جسم و روحتون هر گونه بیماری به دور بوده باشه. من علی فروغی نیا هستم و اینجا کلاسینو، معتبرترین نام در عرصه آموزش آنلاین. خیلی خوش آمدید به کارگاه انگیزشی ادامه میدم، کارگاهی که مختص خانواده خوشبخت هستش و رفقای من در هر رشته‌ای که دارن درس میخونن و با هر بازه مطالعاتی که دارن و با هر میزان از تلاش و امید و انگیزه و پشتکار میتونن در قاب این دوربین و به مدت تقریبا 75 دقیقه از قیل و قال کنکور به دور باشن و یه چای، قهوه، چیزی در کنارشون آرامش و حال خوب رو به امید خدا تجربه بکنن. خیلی خوش اومدید رفقای نازنینم. باعث افتخار من هست به رسم هر جمعه یک هفته در میون حوالی ساعت 1:30 خدمتتون برسم و با هم دیگه گپ بزنیم، بدون اینکه از قبل نوتی رو آماده کرده باشیم، بدون اینکه از قبل متنی رو آماده کرده باشیم، بدون اینکه از رو بخوایم صحبت بکنیم، با دلمون صحبت بکنیم که انشالله بر دلتون بشینه. تمام تلاش این هستش که ماورای همه اتفاقهای این روزها بتونیم در چهارچوبی که داریم با همدیگه گپ بزنیم، اندکی هم حال من بهتر بشه هم حال شما بهتر بشه. لذا تمام صحبتهایی که امروز اتفاق میفته تماما سوالهایی هستش، دغدغه‌هایی هستش، به قول معروف احساس نیازهایی هستش که شما در طول هفته به من منتقل میکنید تماما، و من متناسب با حال شما میخوام امروز با شما صحبت. مجدد بهتون خیر مقدم میگم، خیلی خوش آمدید و امیدوارم که متفاوت باشه براتون بعد و قبل از حضور در این کلاس. خب سلام مجدد، بفرمایید ببینم حال و احوالتون چطوره. همه چیز خوب؟ به به، خیلی خوش اومدید رفقای نازنینم، خیلی خوش اومدید خانواده خوشبخت. خیلی زیاد صفا با خودتون رو بردید. بیایم ببینیم امروز از کدوم شهر ها هستید. موافقی؟ هر کی اسم شهرش رو بنویسه به من گوشی رو بدید، اسم شهر رو که می نویسن داشته باشیم، برای من که خیلی جذابه. هر کدوم از بچه ها اسم شهرشون رو هم بنویسن. به به، ای جان چقدر زیبا، چقدر جذاب. واقعا یه زمانی وقتی میگفتیم کلاسی به وسعت یک ایران، شاید یک مثلا آرزو بود، چون همه شهرها که نمیشد رفت، افتخاری رو نداشتیم که همه جا بتونیم بریم. ولی واقعا این که الان در یک قاب واقعا همه ایران، خیلی برام جذابه. به 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 به، خیلی خوب. این خدمت شما، بحث امروزمون رو با همدیگه استارت میزنیم. رفقا یه موضوعی رو میخوام باهاتون در میون بذارم، خیلی موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهمیه. دوست دارم با تمام تمرکزتون گوش بدید، خیلی موضوع مهمیه. ببینید ما اصولاً ضمیر ناخودآگاهمون بزرگترین مانع برای موفقیت هامونه. خیلی عجیبه این جمله‌ای که دارم میگم، ولی واقعیت. خیلی اصلا خیلی نکته عجیبیه. ضمیر ناخودآگاه ما بزرگترین مانع برای موفقیت هامونه. و جالب بدونید ضمیر ناخودآگاهمون
بزرگترین مشوق ما برای تنبلی کردن هامونه. یعنی اگر شما بخواید دل بدید به دل ضمیر ناخودآگاهتون، بیش از همیشه تنبلی خواهید کرد. اگر شما بخواید دل بدید به حرفاش، دل بدید به حکماش، بیش از همیشه از رؤیاهاتون دور خواهید بود. و این خیلی اتفاق بدیه، خیلی اتفاق بدیه. یعنی ما فکر میکنیم عامل تنبلیه یه عاملی در بیرون ما، فکر میکنیم مثلا یک سریال خوبی که داره پخش میشه اون باعث تنبلی کردنمون میشه، فکر میکنیم مثلا رفقایی که داریم اونا باعث تنبلی های ما میشن. قس علی هذا. ولی جالب اینجاست که بزرگترین مشوق ما بر تنبلی کردنمون ضمیر ناخودآگاه خودمونه. و این عجب اتفاقیه، عجب اتفاق عجیب و غریبیه. میدین چرا؟ چون دلسوزترین کس برای ما این ضمیر ناخودآگاهه. یعنی ضمیر ناخودآگاه ما بیش از هر کس دیگه‌ای، من دارم بهش کاراکتر میدم که قابل فهم تر بشه، بیش از هر کس دیگه‌ای دوست داره به ما سختی نرسه، دوست داره که سختی نکشیم، دوست داره که همیشه آسوده باشیم، دوست داره که همیشه راحت باشیم، دوست داره که زندگیمون پر باشه از فراق با غین، آسایش، آسودگی، اینو دوست داره. و چون اینا رو راجع به ما میخواد، تو دوراهیای زندگی که یک طرف سخت تره ولی ما رو میرسونه به رؤیاهامون و یک طرف آسون تره و لذت بیشتری داره، معمولا ما رو دعوت میکنه به اونی که آسون تره، چون دوستمون داره دیگه، ضمیر ناخودآگاه خودمونه دیگه. اون ما رو دوست نداشته باشه، کی با ما رو دوست داشته باشه؟ میخوام بهتون چی بگم؟ میخوام بهتون بگم که ضمیر ناخودآگاه هر کس چون خیلی هوای اون کس رو داره، لذا اصلا دلش نمیخواد که آب تو دل اون آدم تکون بخوره، اصلا دلش نمیخواد. برای همین ما رو دعوت میکنه به تنبلی، برای همین ما رو دعوت میکنه به صبح بیشتر خوابیدن، برای همین ما رو دعوت میکنه به مثلا غذاهای چرب خوردن، غذاهای خوشمزه خوردن. میگن ارسطو اعتقاد داشته که ما دو مدل به قول معروف خوشحالی داریم. یکی خوشحالی هایی که از سر لذت هن، برمیگردن به زمان حال، غذای خوشمزه بخور، غذاهای چرب و لذیذ بخور، تا جایی که دوست داشتی بخواب، هر کاری که دوست داشتی بکن، اینا خوشی های از سر لذت. و یه سری خوشی هایی داریم که خوشی های معنادارن. خوشی های معنادار امروز حال من و تو رو خوب نمی کنه، بلکه امروز اتفاقا سختی کشیدن داره، سختی کشیدن داره، رنج کشیدن داره، تا روز موعود که قراره یه اتفاق خوشگلی تو زندگیمون بیفته. ها؟ حالا ضمیر ناخودآگاه ما رو دعوتمون میکنه هی به خوشیهای از سر لذت، هی میگه الان لذت ببر، الان تا جایی که دوست داری بخواب، الان تا جایی که دوست داری غذاهای لذیذ بخور، الان تا جایی که دوست داری اصلا ورزش نکن، سخته این همه وزن رو این ور اون ور کردن، خب سخته دیگه. ها؟ آره دیگه. مثلا یا 30 دقیقه، 40 دقیقه، 50 دقیقه، 60 دقیقه حوازی زدن سخته دیگه. آره دیگه، خیلی سخته. برای همین ناخودآگاهمون چون ما رو دوستمون داره، از اینا ما رو میخواد دور بکنه. حاصل ما میشیم آدم تنبل، حاصل ما میشیم یک آدم، میخوام چی بگم، چاق. حالا دوست نداشتم این واژه رو بگم، یک آدمی که اندام نامتناسب داره، اینطوری جذابتره. ما میشیم یک آدمی که پر از پرخوریه، یه آدمی که پر از خوشیهای از سر لذته، یه آدمی که پر از چه میدونم اتفاقهای این مدلیه. آره، چون ضمیر ناخودآگاهمون
محتوای ما رو بیش از هر کس دیگه ای داره. ولی بچه ها یه وقتایی زیادی یکی رو دوست داشتن فایده نداره. یه وقتایی زیادی هوای یکی رو داشتن فایده نداره. یه وقتایی اتفاقا ما ضربه از کسی یا از چیزی میخوریم که میدونیم اون خیلی دوستمون داره. این بده، این بده. یعنی یه وقتایی ما اتفاقا به خاطر کسی که میدونیم حب ما در قلبش آسیب میبینیم و ضمیر ناخودآگاه یکی از همون اتفاقات. اتفاقا ما میدونیم که ضمیر ناخودآگاهمون خیلی دوستمون داره، ولی خب ضربه میخوریم ازش دیگه، ضربه میخوریم ازش. راهکار چی؟ امروز دوست دارم سنگ بنای یک تغییر بزرگ در زندگی شما گذاشته بشه. امروز دوست دارم سنگ بنای یک اتفاق ویژه در لایف استایل شما نهادینه بشه. رفقا امروز دوست دارم یک روز ویژه‌ای باشه بدون دلیل، بدون اینکه وقتی تقویم رو باز میکنیم نوشته باشه امروز به این دلیل ویژه. نه، چقدر قشنگ که آدم تقویم زندگی خودش رو شخصی سازی شده بکنه. چقدر زیبا، چقدر زیبا که آدم خودش بعضی از روزهای تقویمش رو قرمز بکنه. دیدی؟ توی تقویم روزای همه روزها مشکیه، روزای خاص قرمز دیگه. حالا چقدر خوبه که آدم بعضی موقع خودش بعضی از روزها رو در تقویم زندگیش قرمز کنه، مارک کنه. چقدر جذاب میشه، چقدر جذاب میشه که امروز بدون دلیل از پیش تعیین شده ای بشه یک روز خاص در زندگی شما. خدا رو چه دیدی؟ شاید بعدها تو گپ و گفتی که با همدیگه داریم به عنوان اعضای یک خانواده بهم بگید یادش بخیر یه جمعه ای بود لو بعدش یکی نشد. یک جمعه بود که قبلش به شدت نگران بودم. یک جمعه بود که قبلش به شدت مضطرب بودم. یک جمعه بود که قبلش به شدت حالم بد بود. یک جمعه بود که قبلش به شدت ناامید بودم. به شدت احساس تنهایی داشتم. به شدت. ولی به یک بار ورق برگشت، اصلا به یک بار عوض شد همه چیز. انگار سرنوشت از نو نوشته شد برام، انگار اصلا تقدیرم به یک بار عوض شد و من دیگه اون آدم سابق نبودم. یک آدم پرشور، یک آدم پر امید، یک آدم آرام، یک آدم پر از توکل بر خداوند فتاح. و امروز میتونه بدون دلیل روز خاصی در تقویم زندگی شما باشه. امروز میتونه بدون دلیل روز هجرت شما باشه. روز هجرتتون از من سابق به من لاحق. روز هجرتتون از خود امروز به خود فرداها. روز هجرتتون برای رسیدن به یک خود آرمان. روز هجرتتون برای رسیدن به اون نقطه‌ای که وقتی تصورش رو میکنید قند تو دلتون آب میشه. وقتی تصورش رو میکنید اصلا میگید وای خدایا، اگه بشه که وای چی میشه. اون روز، اون روز، اون روز رو من اسمش رو میذارم روز آرمانی. اون روز، این روزی که فکرشو میکنی پیش خودت میگی وای وای وای، یعنی نمیتونی بشینی دیگه، اصلا نمیتونی بشینی و پاشی بدوی تو خونه. اون روز، اون روز که وقتی اصلا تصورشو میکنی پیش خودت میگی اصلا میشه وای، اصلا خیلی جذابه، اصلا قند تو دل آدم آب میشه. یعنی میشه واقعا خدا، میشه وای که اگر بشه.
به 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 به. اونی که اون به به ها رو از ته دلت باید بگی ها، به به اون روز. خدا رو چه دیدی؟ شاید امروز مبدعی شد برای تقویم نگاری موفقیت شما، شاید امروز مبدعی شد برای روز شماری کامیابی شما. خدا رو چه دیدی؟ اصلا خدا رو چه دیدی؟ باید توکل کرد. خدا رو چه دیدی واقعا؟ باید توکل کرد، باید اطمینان داشت، باید به یک خدایی اطمینان داشت، باید به یک خدایی که فتاح اطمینان داشت، باید توکل کرد، باید اعتماد داشت. میگن یکی توی سانحه‌ای به یه صخره‌ای گیر کرده بود، از بالا افتاده بود، آه و ناله که خدایا تو رو خدا کمکم کن. خدا اینطوریه دیگه، شاید ما اونو نبینیم ولی اون ما رو میبینه، شاید ما دستمون بهش نرسه ولی اون دستش به ما میرسه. دستش رو دراز کرد، گفت رها کن خودت رو، گفت رها کن خودت رو، با من، بقیهش با من، رها کن خودت رو. اون آدم رها نکرد خودش رو، گفت خدایا من به صخره گیر کردم، رها کنم خودمو زیرم دره است، میمیرم، آخه این چه کمکیه؟ من گفتم شما دستم رو بگیری، آخه این چه اتفاقیه؟ خدا یک بار دیگه بهش گفت، گفت رها کن خودت رو، رها کن خودت رو، نجات پیدا میکنی. رها نکرد. بعدن فرداش متاسفانه بدن بیجانش رو همون صخره پیدا کرد، فارغ از اینکه صخره چسبیده بود به زمین. اگر خودش رو رها میکرد حتی پاش خراش هم برنمی‌داشت. گر نگهبان من آنه که من میدانم، اگه بهمون گفت که خودتون رو رها بکنید باید رها کنید، چون همون خداییه که شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. رفقای نازنینم، امروز میتونه همون روزی باشه که شما یاد بگیرید تنها نیستید. عزیزای دلم، امروز میتونه همون روزی باشه که شما ایمان بیارید که تنها نیستید. امروز میتونه همون روزی باشه که شما با گوشت و پوست و استخونتون به این یقین برسید، به این یقین برسید، به این باور برسید که یک خدایی هست که اقرب الی من حبل الورید، یک خدایی هست که از رگ گردن به شما نزدیکتره، یه خدایی هست که همیشه پشت و پناه شماست. شاید امروز قراره به این باور برسید، ها؟ شاید امروز قراره روزی باشه که شما دیگه احساس تنهایی نکنید، شاید امروز قرار باشه روزی باشه که دیگه احساس ناامیدی نکنید، شاید امروز قرار باشه روزی باشه که از قیل و قال کنکور یک لحظه فاصله بگیرید و به این فکر کنید که چرا دلتون قرص نیست. وقتی خدا هست، وقتی حسبی الله، پس چرا دلتون قرص نباید باشه؟ ها؟ مگه خدا نمیگه الیس الله به کافن عبده؟ مگه خدا نمیگه آقا بقیه رو بریز دور، من یه تنه کافیم برای تو؟ مگه اینو خدا نمیگه؟
خب یه جا تو یه نقطه تو یه ثانیه بالاخره ما باید تکلیفمون رو با خودمون مشخص کنیم دیگه. یا اعتقاد داریم خدایی هست و قرآن کلام اللهه، یا اعتقاد نداریم. اگه اعتقاد نداریم تمام، ولی اگر اعتقاد داریم مگه خود خدا نمیگه که من یه تنه برای تو کافیم؟ مگه خود خدا نمیگه که اگر همه اهل آسمان و زمین بر علیه تو باشن، همین که من پشتت باشم یک جوری همشون رو شکست میدی که همینطوری آج و باج میمونن که آقا اصلا چی شد؟ این چجوری یه تنه تونست لشگر رو شکست بده؟ این چجوری تونست جلوی این هجوم وایسه؟ این چجوری تونست این زخم رو تحمل بکنه؟ ها؟ بالاخره یا قبول داریم خدایی هست یا قبول نداریم. امروز این ساعت این دقیقه این ثانیه یک کلام اگر قبول داریم، خب پس کلامش رو هم قبول داشته باشیم دیگه. انقدر دور و برمون پیمانهای شکستنی بوده، انقدر دور و برمون قولهای عمل نشده بوده که اصلا حرف خدا رو هم دیگه نمیپذیریم. این خیلی اتفاق بدیه چون ضررش برای خودمونه. این خیلی اتفاق بدیه چون پر از تنهاییم. این خیلی اتفاق بدیه که من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این خیلی اتفاق بدیه. رفقا، عزیزای دل من، ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن. شما نمیتون بدون پشتوانی یک نیروی ماورایی به اهداف ماوراییتون برسید. اگر احساس تنهایی داری مشکل از توه، چون خدا رو باور نکردی. اگر احساس ضعف داری مشکل از توه، چون خدا رو باور نکردی. اگر احساس غربت داری مشکل از توه، چون خدا رو باور نکردی. اگر آسودگی خاطر نداری مشکل از توه، چون خدا رو باور. چقدر حیف که خدایی با این کاراکتر منتظر اینه که ما به سمتش برگردیم، ولی ما با برنگشتنمون هم حال خودمون رو بد میکنیم هم حال خدا رو بد میکنیم. اگر روی گردانان از من میزان اشتیاق من رو برای بازگشتشون به سمت من میدونستن، از شوق اومدن به سمت من جان میدادند. این جمله رو خدا خطاب به حضرت داوود گفته. حالا این دیگه توی عزیز دلم، این دیگه شمایی، این دیگه شمایی عزیز دل من که در این مسیر ببینی تا چه میزان قراره از آرامشی که بهره شما از زندگیه، از آرامشی که سهم شما از زندگی نصیب داشته باشید. این دیگه شمایید عزیز دل من. تا اونجایی که کار دست خداه، هم خداه هم عاشق بنده هاشه. تا اونجایی که کار دست خداه، هم خداه هم عاشق اینه که بنده هاش به سمتش بیان. تا اونجایی که کار دست خداه، هم خداه هم عاشق اینه که ما تو زندگی به رؤیاهامون برسیم، به باورهامون جامعه عمل بپوشونیم. پس تا اونجایی که خداه، که خداه، که خداه، همین که خداه کافیه. ولی مشکل از اونجاییه که دیگه بازی دست ما میفته. مشکل از جاییه که فریب قیل و قال ها رو میخوری. مشکل از جاییه که فریب رقبا رو میخوری. مشکل از جاییه که گرفتار بزرگی رؤیاها میشی. مشکل از جاییه که گرفتار صعب العبور بودن مسیر میشیم و فراموش میکنیم که خدا خدا. یه داستانی رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. یک بار دیگه هم در کارگاه گفتم، الان هم میگم، چون خیلی دوست دارم این داستان. اصلا حالم رو خوب میکنه، حالم رو خوب میکنه. میگن یکی از دنیا رفته بود
فوت شده بود و توی برزخ منتظر بود. میگن آدم اعمالش رو تو اون دنیا میبینه. دقیق. فرشته اومد و یه نقشه‌ای گذاشت پیش روی این فرد. نقشه شبیه نقشه یه گنج مثلا. یه جاهاییش صعب العبور، یه جاهاییش دشت های پهناور، یه مسیح، یه نقشه‌ای که همه جور چیزی توش داشت. جای پادید نه متعلق به یک فرد، متعلق به دو فرد، یعنی در واقع چهار تا ردیف حرکت دید. از اون فرشته پرسیدش که اینا جای پای کیه؟ این که نقشه زندگی منه. خب احتمالاً دو تاش که برای خودمه، دو تا دیگه موند، اون دو تا کیه؟ چون من هیچ وقت تو زندگیم کسی رو نداشتم از اول تا آخر کنارم باشه. هیچ وقت تو زندگیم کسی رو نداشتم تو تمام تنهاییام کنارم باشه. هیچ وقت تو زندگیم کسی رو نداشتم اونجایی که دلم از عالم و آدم میگیره همرازم باشه. هیچ وقت کسی رو نداشتم. این دوتایی که همیشه با من اومده، این دوتایی دیگه برای کیه؟ فرشته گفت اون خداه. هر جایی رفتی خدا کنارت بوده، پشت و پناهت بوده، همراهت بوده، هم گامت بوده، هم قدمت بوده، هم رازت بوده، هم نفست بوده. اون خدا. اون آدمه گفت به از این خدایی که همیشه کنارم بوده. حیف، حیف اون روز که احساس تنهایی کردم، کاشکی میدونستم که خدا کنارمه، یه دو خط باهاش صحبت میکردم. حیف اون جایی که مثلا ارو نقشه داشت برای فرشته تعریف میکرد، اون جایی که این اتفاق افتاد، کاشکی میدونستم خدا پیشم بود، لاغر احساس تنهایی نمیکردم، دستشو میگرفتم. ای بابا اینجا هم که خدا بود کاشکی این کارو نمیکردم، نمیدونستم خدا هست، کاشکی این دروغه رو نمیگفتم، الان اینطوری شرمنده نبودم. داشت همینطوری این نقشه زندگیش رو تفسیر میکرد. همینطوری داشت میگفت یه رسید به یه جایی گفت ای اینجا چرا فقط دو تا جای پایه؟ خدا هم تنها گذاشت ما رو. میدونستم. ای بابا خدا هم ما رو تنها گذاشت. بیا دیگه اینجا فقط جای دو تا جای پایه دیگه. با لحن سرزنش آمیز بکی به فرشته که نگاه کن یه جاهایی دیگه واقعا تو زندگیم تنها بودم. ببین نگاه کن اینجا هم دقیقا همون جا هست که خیلی ترسیده بودم. ای خدا ای خدا ای خدا. فرشته زد روشونش گفت دوست عزیز اینجا رو شما یادت نمیاد، اینجا همون جاییه که شما خیلی ترسیده بودی، همون جاییه که شما خیلی جا زدی، اینجا همون جاست. اون دوتا جای پا میبینی برای شما نیست، اونجا برای خداست. اونجا دیگه خدا فقط داشت میره بغلت کرده بود، داشت میبردتت، بر همین جای پاد رو زمین نیست. خیلی شلوغ نکن. یه جاهایی که تو هم ترسیده بودی میخواستی جا بزنی، خدا بغلت کرد و تو رو برد. به به این خدا، اون خدای فتاه. به به این خداست، این خداست. گر نگهبان منان است این خداست. شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد این خداست. از شوق اومدن به سمت من بند بند وجودشون از همدیگه می گسست این خداست.
بعضی موقع آدم باید تو هوایی که میدونه خدا در اون هست نفس بکشه. بعضی موقع آدم باید پنجره رو باز بکنه و بگه خدا همین جاهایی میدونم و یه نفس عمیق بکشه و از بن جان بگه الحمدلله، خدای شکرت. از بن جان بگه خدای شکرت، خدا همین که دارم نفس میکشم شکرت. نه به خاطر اینکه نفس میکشم و نه، به خاطر اینکه تو کنارمی، تو همین نفس زدنام خدای شکرت. نه به خاطر اینکه زنده‌ام، به خاطر اینکه تو زنده بودنم کنارمی، تو قدم زدنام خدایا شکرت، خدایا شکرت. چون تنها نمیذاری منو، چون پشتمی، چون پناهمی، چون تکیهگاهمی، خدایا شکرت. میگن مهم نیست کجا میری، مهم اینه که با کی میری، این مهمه. مهم نیست مقصد کجاست، مهم اینه که همراه کیه. مهمی نیست که از کجا اومدی، مهم اینه که با کی مسیر اومدی. علیس الله به کافن عبده، آیا خدا خودش یه تنه برا همه تون کافی نیست؟ برا همه تون. علیس الله به کافن عبده، آیا خدا خودش یه تنه برای همه تون کافی نیست؟ این خدا، به به، این خدا، به به، این خدا، به به. من تو زندگی یه جاهایی خودم رو در نهایت تنهایی حس کردم. تو همون ثانیه ها یه جوری یکی دستم رو گرفته به اسم خدا، اصلا چهار ستون بدنم لرزیده. اینجور بهتون یه جاهایی در عمق تاریکی و تنهایی بودم، یک جاهایی در اوج ترس و نگرانی بودم، در اوج اوج روزهای سخت. شما آرامش این روزها فریبت نده، مسیر پرپیچ و خم بوده، ولی تو همون لحظه ها یه جور خدا دستم رو گرفته. پیش خودم گفتم آخه چرا اصلا آدم باید احساس تنهایی کنه؟ اصلا چرا آدم باید غم و غصه داشته باشه؟ اصلا چرا آدم باید بترسه؟ اصلا چرا آدم باید احساس عدم امنیت داشته باشه؟ اصلا چرا؟ چرا اصلا؟ رفقای من، والله بالله تالله وابی امروز بهتون نگفتم مگر اینکه ایمان بهش داشتم. نقطه ای امروز در کلامم نبود مگر اینکه با جونم حسش کردم و با قلبم بهتون گفتم که به قلبتون بشینه. کلیشه نبین، عادت نکن به ناامیدی، عادت نکن به ترس، عادت نکن به غفلت، عادت نکن به حسرت، عادت نکن، عادت نکن. باور نکن که تنهایی، باور نکن که قصه داری، باور نکن که بعضی از روزها سیاهه، باور نکن. به جنگ، به پشتوانه نام نامی یزدان به جنگ،
به پشتوانه اسم باشکوه فتاح بجنگ، به پشتوانه همه کسایی که دوست دارن بجنگ، برای ثانیه به ثانیه زندگیت بجنگ، برای رقم زدن با کیفیت ترین اتفاقها بجنگ، برای رسیدن به بلندترین قله ها بجنگ. حتی لحظه ای غفلت نکن، حتی ثانیه ای تنبلی نکن، حتی لحظه ای به توانمندی هات شک نکن، حتی یک ثانیه باور نکن که نمیتونی، حتی یک ثانیه، حتی یک ثانیه اجازه نده که بقیه بهت بقبولونن که نمیتونی. قبول نکن، بجنگ برای چیزی که حقته، بجنگ برای چیزی که سهمته، بجنگ برای چیزی که نصیبت باید باشه از زندگی. نذار رو دلت حسرتی بمونه، نذار راه نرفته‌ای بمونه، نذار قله فتح نشده ای بمونه، نذار رؤیای به دست آورده نشده ای بمونه. اجازه نده، اجازه نده که بالاترین حسرت کارهای به غلط انجام شده نیست. بالاترین حسرت کارهایی که حتی به غلط فکر میکردیم درستن ولی انجامشون ندادیم. رفقا، عیار آدم به رؤیاهاشه. نگذرید از رویاهاتون به سادگی، نگذرید رفقا، نگذرید. به امید خدا امروز روز هجرتتون بشه، به امید خدا امروز روز عبورتون برای فتح قله هاتون بشه. با هم دیگه راجع به زبیر ناخودآگاه صحبت کردیم و گفتم ناخودآگاه اینقدر دوستمون داره، عامل اصلی تنبلیامونه. یه راهکار خیلی مهم براش داره، یه راهکار علمی دقیق درست با فکتای قطعی. چند دقیقه ریلکس کنید، منم یه استراحتی میکنم، برمیگردم راجع به راه حل مبارزه با وسوسه های تنبلی ضمیر ناخودآگاه میخوام باهاتون صحبت کنم. یقین دارم که ادامه بحث زیر و رو میکنه. چند دقیقه ریلکس.
خب رفقای نازنینم برگردی لطفا. عزیزای دلم برگردی لطفا. رفقای نازنینم برگردی لطفا. خب ما راجع به ضمیر ناخودآگاهمون با هم دیگه گپ زدیم و راجع به اینکه چجوری میتونیم از پس دعوت به تنبلی هاش بیایم بیرون. از اینجا به بعد بحثی که دارم باهاتون یک بحث علمیه رفقای نازنینم. خیلی خوب گوش بدید. خیلی خوب گوش بدید. ببینید بچه ها، توی روانشناسی میگن سه نوع نگاه وجود داره. یک نگاه، نگاه کودکانه. یک نگاه، نگاه والدانه. و یک نگاه، نگاه بالغانه. قشنگ گوش بدید، انتهای این مسیر میتونه براتون یک دروازه جدیدی به سمت پیشرفت باشه. نگاه کودکانه چیه؟ اینی که ما همش فکر میکنیم باید به یکی جواب پس بدیم و تحت تحکم یکی هستیم. نگاه والدانه اینه که نه، اتفاقا ما یکی دیگر رو تحت تحکم خودمون قرار میدیم. و نگاه بالغانه اینه که اصلا اینطوری ها نیست، اصلا تحکمی نباید وجود داشته باشه، باید بر مبنای گفتگو پیش بریم. پس ما یک نگاه داریم کودکانه، یک نگاه داریم والدانه و یک نگاه داریم بالغانه. حالا راه برون رفت از وسوسه های ضمیر ناخودآگاه، یعنی اینکه انقدر ما رو دعوت میکنه به تنبلی، راه برون رفت از این اتفاق یک چیزه، فقط اینکه شما بتونید روی خودتون نگاهتون رو والدانه کنید، بتونید نگاهتون رو به خودتون والدانه کنید. یعنی چی؟ یعنی به خودت تحکم کنید. یعنی چی؟ یعنی برای خودت قانون بذاری. یعنی چی؟ یعنی بگی آقا من 100% از تو که این توه دوباره منه توقع دارم که امروز ساعت 6:30 صبح بیدار بشم. من 100% از تو توقع دارم که تا آخر شب این 10 ساعت مطالعاتی رو داشته باشی. من 100% از تو توقع دارم که این میزان تست رو تا آخر هفته بزنی. سوال: آخه خب این چه تأثیری داره؟ جواب: شما دارید راجع به ضمیر ناخودآگاهتون صحبت میکنید. یعنی همونطوری که به صورت ناخودآگاه شما رو تحت تأثیر تنبلی ها قرار میده، به همون صورت هم شما باید به صورت ناخودآگاه روش تأثیر بذارید. شما دارید راجع به یک قوهی در درونتون صحبت میکنید که این قوه نمیبینیدش، پس نمیتونی توقع داشته باشی که اینو برداری بذاری اینجا و بگی اوکی همه چی درست شد. نه، شما باید با ادبیات خودش باهاش صحبت بکنید. ضمیر ناخودآگاهتون شما رو امر میکنه به اینکه تنبلی کنید، چون دوستتون داره، چون دوست نداره اذیت بشید. شما رو امر میکنه به اینکه چی بگم، صبح زیاد بخوابی، چون دوست نداره که اذیت بشید. شما رو امر میکنه به اینکه غذاهای لذیذ چرب چاق کننده بخورید، چون دوست نداره که اذیت شید. حالا شما باید روی ضمیر ناخودآگاهتون مسلط بشید. یعنی چی؟ یعنی امر بکنید بهش که من باید این کار رو انجام بدم. امر بکنید بهش که من باید تا فلان روز، تا فلان ساعت این مقدار کار رو انجام بدم. یعنی بچه ها یک کلام، باید به خودتون جواب پس بدید. باید به خودتون جواب پس بدید. سوال: ضمانت اجراش چیه؟ هیچ. اینکه تو موفق نمیشه اگه این کار رو نکنی. چه ضمانت اجرایی بالاتر از این؟
ها؟ چه ضمانت اجرایی بالاتر از این؟ ضمانت اجراش اگر این کارو نکنی همون آدم سابقی. چه ضمانت اجرایی بالاتر از این؟ ضمانت اجراش اگر این کارو نکنی هیچ اتفاق مثبتی در زندگیت نمیفته. چه ضمانتی بالاتر از این؟ شما اگر واقعا به دنبال راه حلید، من دارم راه حل علمیشو بهتون میگم، میگم باید روی ضمیر ناخودآگاه خودتون نگاه والدانه داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی بهش تحکم کنید. چه جوری؟ تارگت مشخص کنید، هدف مشخص کنید، زمان مشخص کنید، بگید من دقیقا تا روز فلان ساعت فلان باید به هدف فلان برسم. این راهکارشه. آقا این جواب میده عزیزم؟ این موضوع فکت علمیه. یعنی چی جواب میده؟ قطعا جواب میده. ها؟ این موضوع فکته، قانونه. قطعا جواب میده. چرا جواب نده؟ امتحان بکن. میگن آدم اگر میخواد نتایج متفاوت بگیره باید یه کارایی بکنه که تا به امروز نمیکرده. امتحان بکن عزیز دلم. چرا جواب نده؟ ها؟ چرا جواب نده؟ رفقا عزیزای من، تغییرات بزرگ به وجود آوردن خیلی وقتا کارهای بزرگ نمیخواد، کارهای کوچیک میخواد، ولی به صورت مستمر و با یقین. توصیه امروز من به شما این بود: تنبلی هایی که انجام میدید دلیلش فریبیه که ضمیر ناخودآگاهتون شما رو میده که تنبلی کنید از سر خیرخواهی، ولی نتیجهش براتون خیلی بد. اگر میخواین از اون موضوع فاصله بگیرید فقط یک کاری رو باید انجام بدید: شما ضمیر ناخودآگاهتون رو فریب بدید. چجوری؟ با تحکمایی که بهش میکنید. اگر این کار رو انجام بدید خیلی زود خواهید دید که چه اتفاقهای جذابی در زندگیتون خواهد. خیلی زود خواهید دید که به واسطه تلاش هاتون دروازه هایی از فراوانی ها براتون باز خواهد شد. این توصیه امروز من به شما. بسیار عالی. حال و احوال چطوره؟ انرژی ها چطوره؟ همه چی خوب؟ همه چی باحال؟ اتفاقای مثبت؟ هزار مرتبه خدا رو شکر میکنیم. هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم. مرسی رفقای نازنینم. مرسی عزیزای دل من. مرسی 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 مرسی. من چند تا نکته بگم و پایان امروز. این قسمت رو لطفاً ویدیو بگیرید که توی اینستاگرام هم بذاریم. چند تا نکته. یک، به امید خدا از فردا صفحه ارکستر موفقیت فعالیتاشو میخواد شروع بکنه. لذا رفقایی که عضوش نشدن حتما امروز در واقع اون سفر رو فالو بکنن که از فردا بتونیم حال و هوای کارگاه‌های انگیزشیمون رو تو اون فضا با همدیگه ادامه بدیم. ارکستر موفقیت. دو، در باب برگزاری اردوی نوروزی هنوز به جمع‌بندی نرسیدم که این کارو انجام بدم یا انجام ندم. لذا حتما ظرف یکی دو روز آینده اعلام میکنم با توجه به در واقع هم کاری که باید برای بچه پشت رویایی انجام بدم و هم در واقع وظایفی که برای بچه های مشاوره TNT بر دوشم هستش. هنوز به این جمع‌بندی نرسیدم که واقعا از نظر انرژی و زمان اینقدر اون پتانسیل رو هنان دارم که اردوی نوروزی رو برگزار بکنم یا نه. لذا فعلا بنای بر برگزاری اردوی نوروزی ندارم. سه، لایوای دی پلاس
دوباره شروع میشه. یعنی با توجه به این 10 شب گذشته که درگیر لایف های تی ان تی بودید، دی پلاس رو ما برگزار نکردیم و لایو های دی پلاس دوباره شروع میشه و اتفاقا اولین مهمانش هم میدونم خیلی دوستشون دارید، خیلی زیاد دوستشون دارید و فکر میکنم خیلی گفتگوی جذابی میشه. لذا منتظر قسمت جدید فصل اول دی پلاس باشید لطفا. نکته بعدی این که 120 روز تا کنکور زمان دارید، ازش به سادگی نگذرید، چون بعداً خواهید دید کسانی که خیلی عقب‌تر از شما بودن به دلیل تلاششون در این 120 روز از شما جلو افتادن و این خیلی بده. پس این 120 روز رو جدی بگیرید که انشاءالله اتفاقهای خوبی براتون بیفته. در کنار هم هستیم و امیدوارم که بتونیم، یعنی امیدوارم که بتونم حداقل سهمی در موفقیت شما داشته باشم، حداقل هم که باشه برای من جذابیت داره. من دیگه عرضی ندارم خدمتتون رفقای نازنینم، مواظب خودتون باشید. خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون هم کلام شدم، کلاس امروز رو دوست داشتم و امیدوارم که حالتون رو خوب کرده باشه. فراموش نکنیم امروز بدون هیچ دلیلی میتونه آغازی باشه برای هجرت شما در تقویمی که خودتون باید برای خودتون بنویسید. یا علی.